لیپ موتور تی‌سرسه محصولی که پارس خودرو قراره به صورت وارداتی اون رو به بازار عرضه بکنه، یه خودروی اقتصادی جمع و جور که توسط یه شرکت چینی تقریبا تازه تأسیس به نام لیپ موتور داره تولید و عرضه میشه. به نظر میاد 2016 این شرکت تأسیس شده. آمار فروشی نتونستیم ازش پیدا بکنیم. هولوش قیمتش در محدوده 9 تا 10 هزار دلاره. یه موتور 80 کیلوواتی که تقریبا 107 دست میشه داره، 158 نیوتن متر گشتاور رو ارائه میده، باتریش در حدود 41 کیلووات ساعته. شبیه به محصولات اسمارت طراحی شده، ولی خب چهره چندان جذابی نداره، ولی خب میشه تا یه حدودی پذیرفتش. جایگاه شارژش رو میبینیم که خب توی جلوی خود رو قرار گرفته و طراحی تقریبا خوبی داره. بریم داخل خود رو هم ببینیم. این محصول خب به واسطه این که یه خودروی کاملا اقتصادیه نمیشه ازش انتظار نکات ویژه‌ای رو داشت. داخل خودرو کاملا از پلاستیک خشک کار شده. رودری تقریبا یه تیکه است و فقط این یه قطعه مجزاه. چهرش یعنی طراحی داشبورد جالبه. کنسول میانی به خاطر اینکه خب یک گیربکس تک سرعته برای این خودرو در نظر گرفته شده و حالا به هر حال صرفه‌جویی در قیمت، این قسمت وسطش وجود نداره و خب تقریبا نیمه است. ترمز پارک برقی رو داریم، یک اسکرین 8-9 اینچی تقریبا و یک پشت آمبر تقریبا 6-7 اینچی و فرمون خوش دستی هم داره. اینجا هم دوربین تشخیص خواب‌آلودگی راننده و حالا برای سیستم های خودران وجود داره که اینجا کور شده و احتمالاً تو نسخه های فول آپشن این خودرو وجود داشته، تو این خودرو وجود نداره. سقف پانورامیک رو هم داریم در این خودرو که برای خودرو اقتصادی میشه گفت مناسبه. برنامه عرضه و اینکه حالا در چه تیراژ و با چه مشخصات نهایی قرار وارد بشه هیچی توسط پارس خودرو گفته نشد و به نظر میسه این خودرو هم مثل خودروهایی که توی دو دوره قبلی نمایشگاه صنعت خودرو به نمایش گذاشته شدن صرفا آورده شده و خیلی شاید برنامه برای واردات یا ارزش به صورت جدی وجود نداشته باشه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم چه خواهد شد.